خب قراره که از اون قسمت انتهایی خروجی فرودگاه بریم به سمت هتل ساماساما با این ماشین های گوگولی ناز. این فضای فاصله بین فرودگاه کلاب با هتل ساماساما رو یه چنین صحنه ای شما میبینید. حالا اگه بخوام چیز رو نشون بدم، خودمون رو نشون بدم، اینجوری ستایی میشینیم. آقای انجمنی کو؟ آها دارم میبینمش. میشینیم و این مسیر رو میریم دیگه. حالا این قسمت میره به سمت این البته اینجا پارکینگشه، پارکینگ فرودگاهه، پارکینگ فرودگاهه. بعد این یه تیکه رو که وارد میشیم هوا یخت گرم میشه، اونم ATC کنترل تاور ستونشه دیگه. اگه الان معلوم باشه ATC تاور یکی از ATC های فرودگاه سپانگه. اینجا هم که میبینید یکی از خروجی های فرودگاه. این سمت هم که حالا یه کوچولو دیگه بریم جلوتر به هتل ساماساما میرسید. این هم همون پارکینگی که ما کنارش رد شدیم دیگه. این ویدیو رو الان من دارم میگیرم به خاطر اینکه ما شنیدیم که ممکنه دیگه ماهان پرواز نکنه، بعد خیلی بده دیگه، چون که ما یه عمر اینجا میومدیم منهای این دو سال کرونا. منهای این دو سال کرونا تقریبا یه چند سالی مالزی می اومدیم و خیلی ناراحت کننده است که حالا مواجه شدیم با این مسئله که ممکنه که حالا که اقامتی ها شروع شده دیگه نتونیم بیایم به این شهر. و این هتل خیلی خیلی دوست داشتم، این هتل واقعا دوست دارم. حالا باید ببینیم که چه پیش می آید و چه پیش آید. قاعدتا باید خوش آید اگر بیاید، اگر هم نیاید یارم می آید. حالا ببینیم چی شد. بریم ببینیم اینجا را چه خوشگل کردن. لابی هتل ساماساما رو ببینید. آره چقدر خوشگل شده، خیلی وقت خود تقریبا دو سال بود نیومده بودن. این لابی شما ببینید، وابه من به هم میگرم. حالا دوباره میگیرم اینجا. بریم یه ویو خوب از لابی اینجا بهتون نشون بدم. این لابی رو دیزاین کردم، خوشگل شده، خوشگل شده اینجا رو. خوب کلن هر چند وقت یه بار دیزاین میکنم. بریم لانس ببینیم چیزی داره آن بالایه. آره یه دونم اینجا داشت، حالا نمیدونم الان هست یا نیست. چک میکنم الان. اینجا کرولانج زده، کرولانج بذار یه چک بکنم ببینم چقدر خوشگله این هتل. اینجا زده کرولانج رو، ولی خب نه مثل این که خبری نیست. او درش قفله. بریم بالا فعلا ببینیم چی میشه. نه بسته است درش. بسته بود درش، این قفل رمزداره گذاشت. بله چهار پنج کروفلور بریم دیگه. هش کروفلور بسته هست؟ یه چک کن ببینید درش بسته هست یه باز میشه. یه چک کن بریم
کنجه طبقه ایه که برای مهماندارو اختصاص شده. او بریم یه نمای جذاب از اینجا بهتون نشون بدم، فوق‌العاده است. ATC های فرودگاه اگه بالاترش رو نشون بده. آره ATC فرودگاه ساما ساما از یعنی نماش از نمای ویو فرودگاه و ATC از نمای هتل ساما ساما رو میبینی، فوق‌العاده است. اینجا برای کوره لاینا گذاشتن که بیان اینجا استراحت کنن، وقت خودشون اینجا بگذارنن. یه دیزاین خوب داره دیگه. ببینیم چی میشه فعلا. خب بریم که اتاق خودمونم یه ذره از دیزاینش بگیریم، ببینیم به چه صورتیه. روشون هم خیلی خوشگل، نور پردازی قشنگی داره به نظر من. هلو ببینیم که به چه صورتی هست. این هتل یکی از معروف‌ترین و مجلل‌ترین هتل‌های اینجاست دیگه. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. خودم رو پیدا کنم. هلو ویلکام مستر علیرضا اخلاقی اند سینا فرهمند که نیست فعلا، یه نفر دیگه جاش اومده، آقای طاهری بزرگ. خیلی هم عالی، با میوزیکم دارن به ما خوش آمد میگن. اینو بزنم بالا ببینیم چی داریم اینجا. ویو ابدی یکی از اتاقای احتمالا قسمت خارجی هتل رو داره نشون میده که پشتش به فرودگاه دیگه. یکم فقط آروم میره. آره اینجا رو ببینید شما، به نظر من که نمای فوق‌العاده ایه. خب من دیگه یواش یواش بریم برای استراحت تا ببینیم چی میشه. این هم تختامونه، خواستم که ببینید که به چه صورتیه. فعلا خدافظ. برامون در نظر گرفتن، خیلی هم عالی. چای سبز و چای سیاه، شکر، کافی میت و لیوان، اینا فری بودن. و اینجا هم برامون یه سری درینک اونا داشتن که پولیه. استراحتمون همون شد، داریم برمیگردیم. ولی خب قبلش میتونیم بریم رستوران یه غذای خوب بخوریم، اگه بتونم رستوران رو تو ساماسام رو هم بهتون نشون میدم. حالا باید دید که به چه صورتیه دیگه. برمیگردم بهتون نشون میدم. طبقه چهارم هستم. بریم پایین ببینیم چی برامون در نظر گرفتن. هتل زیبای ساما ساما. سوری. خب از خوشگلاسیان لابی هتل هستش. اونقدر که اینجا رو همیشه خوب درست میکنن که فوق‌العاده است. الو سلام، فارسی بلد بود گفت سلام. این لابی هم به خوبی دیزاین کردن. این قسمت ریسپشنش رو به نظر من که عالیه. بریم ببینیم که چی میتونیم بخوریم.
بعد از اینکه شماره اتاقو دادم، او اینجا دیزاینش عوض شده بود. خیلی هم عالی. سلام، بذارم اینا رو ببینم که چیه. سلام، خیلی خوبه، ولی من طرفدارش نیستم این وریا رو. به نظرم که فوق‌العاده است. اونورم رسپشن داره، حالا باید دید که به صورتی بریم اونورم بگیریم ببینیم چی داره. خب اینجا رو اکستندش کردن، ریدیزاینش کردن و بزرگتر شده. این از نمای خوشگلاسیون رستوران هتل ساما ساما و اینم از سفارش بنده. اخ چه دارم زیادی پایین به این صورت. بخوریم که باید برگردیم بریم پرواز. خب غذای خوشمزه رستوران ساما ساما رو خوردم و حالا میخوام برم سمت لابی مجددن. ولی خب اونقدر اینجا خوب دیزاین شده واقعا دلم نمیاد اینجا رو خیلی راحت رها کنم برم. اینا پکیجاییه که شما میتونی خریداری بکنید، البته بسته بندی شده هستش، برای فروش هستش. دقیقا روبروی اون رستوران غذاخوری اینا رو گذاشتن که اگه چیز خاصی خوشتون اومد بتونید اینجا خریداری بکنید و برید. واقعا هتل خوشگل جذابیه. برم بیرونش هم بگیرم. هوا هم نسبتا خوبه. ماسکمو بزنم. هوا هم نسبتا خوبه. اینجا هم همیشه اینجوری نیستش که هوا خوب باشه. مثلا بعضی موقع ها به شدت شرجی میشه، ولی توتالی امروز با اینکه ما تو وسط تابستون هستیم اینجا هوای خوبی داره و به نظر من که فوق‌العاده است. اینم ساختمونه، یکی از سایدهای هتل ساما ساما هستش. بنز خوشگل رو ببینم گوشه. این کلا تکنولوژی اینجا خودشو حسابی نشون میده. اون نمای خوشگله ببینید از ATC فرودگاه کوالالامپور. این مرم بگیرم. واو چه ماشینایی. اینم هتل ساما ساما. دوباره این سایدش، یعنی چند تا ساید داره. در کل هتل خوب و با کیفیتیه. من که لذت میبرم اصلا هر وقت میام اینجا، ولی اینطور که معلومه طبق شواهد قرائن من دیگه آخرین باری که میام اینجا. حالا امیدوارم که اتفاق بهتری بیفته. من اتفاق قشنگه مثل این گل خوشگل. اینجا هم یه نمایی ویژو دوست داشتنی از محوطه حیات هتل ساما ساما، جایی که بچه ها می اومدن اینجا یه استراحتی می کردن و می رفتن. ولی خب دیگه اینطور که معلومه قراره که خبری نباشه متاسفانه. بریم لابی هم بگیریم و ببینید شما چقدر خوشگله این لابی. هلو، here you are my friend. Thank you. Very good. Habibi. Yeah, Habibi. لابی خوشگل. ماشینا
از فرودگاه ما رو میارن هتل و بلعکس. ولی خب چون ما قبلا این ماشینا رو سوار شدیم دیگه حس پیاده روی الان دارم، چون که غذام خوردم. ATC تاور رو نمیدونم اینجا میتونم بگیرم بهتون نشون بدم یا نه، ولی اینجا یه ATC تاور خیلی خوشگل داره الان معلوم نیست، حالا شاید بریم اون گوشه موشه ها معلوم بشه. یکم بریم جلوتر. رفتنی یعنی صبح که داشتیم میومدیم این پارکینگ خیلی بزرگ فرودگاهی رو نشون دادم. واقعا حالا تو فرودگاه خودمون جایی یه دونه پارکینگ خالیه، با این ماشینا میبرن میارن که رفت و آمد سهل الوصول بشه. این هم هتل ساماساما بود که ما توش اقامت داشتیم، اینجا معلومه به نظرم اونم ATC تاوره، ولی خب هنوز به جایی نرسیدم که خیلی معلوم باشه، ولی اونقدر خوشگله که واقعا یکی از اعتبارهای فرودگاه ها همین ATC تاور آرکیتکچرشونه که مثلا چقدر خوشگل میشن و چقدر جذاب میشن، امتیاز آوره دیگه برای فرودگاه ها. ولی خب اینجا فکر میکنم دو یا سه تا ATC داره، یعنی از این برج مراقبت های پرواز. حالا اگه اینجا برم شاید بتونم برج را نزدیک خوشگلیاش رو نشون بدم، ببینید چقدر باحاله. آره CAAN اینا هاش، ببینید شما فقط چقدر خوشگله، وای من فوق العاده است. یه بار دیگه اون هدش بود، بریم که کلی راه داریم حالا تا برسیم. در واقع دو تا پارکینگ داره، یه دونه پارکینگ این وره و یه دونه پارکینگ هم این سمته که دارید میبینید. قشنگ رسیدی کردن اون انتها، اگه معلوم باشه اون ATC دومشه، اون قدیمی تر است. ولی خب این اون جدیده بود که نشون دادم، اون انتهاییه قدیمی تر است حالا اگه معلوم باشه دیگه. بعد جلوه توی این مسیر کوریدور هتل ساماسنا به فرودگاه سپانگ، این پارکینگه که اینجا هستش دقیقا یه به راه ارتباطی بین فرودگاه و هتل هم یه قسمت ورودی داره که الان بهتون نشون میدم. بیاییم باشیم. خب بچه ها دارن میرن. آها اینجا اون ورودی هست که میخواستم بهتون نشون بدم، اون ورودی پارکینگشه که به این کوریدور بین فرودگاه و هتل راه داره. یه جوری اینا اینجا رو معماری کردن که واقعا دسترسیش فوق العاده است. شما نظری ندارین راجع به این هتل آیه طاهری بزرگ؟ نه شکر، یکی از بهترین هتلایی که اومدیم همینجا بوده. آها یعنی سما. یعنی تو سطح شهر ترجیح نمیدادی هتل داشته باش، این هتل بریم توی شهر با این سطح رستمون. آها اوکی، هر راست میگه. ما استراحتمون اینجا یه مقدار چون صبح تا شبه و حداقل یه روز کامل نیست، یکم سخته که بریم توی شهر، حالا دو ساعتش هم بپره. ولی خب اینجا چون نزدیک هتل به راحتی دسترسی وجود داره. حالا برم برمیگردم که اون فرودگاه رو براتون بگیرم که داریم برمیگردیم. فعلا